مجمع لیژرانی سفیددره در موسم امسال خط نوی هوایی را که 2 کیلومتر درازی دارد به استفاده می دهد. این خط نوی هوایی توانایی بالا بردن 1000 نفر را در یک ساعت به بلندی 2600 متر را دارد و آن را شرکت افسترگی دوپلمایر ساخته است. مسئولان مجمعه سفیددره می گویند شرط خریداری آن سرمایه گذاری و از نو برقرار کردن آن بود و آنها این کار را در 2 سال انجام دادند. شرط فروش این مجموعه در تندر این بود که ما همچون سرمایه گذار برای تجدید سفیددره 40 میلیون سومانی مبلغ گذاری میکنیم، اما در این مدت ما 2 مرتبه بیشتر از 80 میلیون سومانی برای بازسازی این موضع خرج کردیم. همچنین ما بر ضمن 100 جای کاری موجود بوده باید 20% جایهای نوی کاری تاسیس میدادیم. ما این شرط را نیز بر زیاد اجرا کردیم و حالا در مجموعه حدود 300 نفر کار میکنند. можно сказать два раза больше уже стало 300 человек. با باریدن برف نو مجمعه لیژرانی سفیددره آماده قبول لیژران ها و دوستداران ورزش های زمستانی است. مشتریان در این موضع می توانند لیژ، سنوبورد و لباس های لیژرانی را به اجاره گیرند. قیمت اجاره حجره 2 نفری برای یک شب در آسایشگاه 80 دلار و حجره 4 نفری 140 دلار است که برای مردم عادی چندان دسترس نیست. اگر ما نرخ را با موضع های مانند به سفیددره در کشورهای همسایه مقایسه کنیم از ما ارزان تر است. مثلا یک حجره 2 نفری در مهمانخانه کپریز قرقال در قرغیزستان در شب سال نو 340 دلار است. در ما همگی 160 دلار. این مجموعه لیژرانی سفیددره در 38 کیلومتری شهر دوشنبه در ناحیه ورزوب است. طوری میبینید در این مجموعه تا سال اخیر یک پاویلیونی کاملا نو ساختند که افسانه سفیددره نام دارد و آن عبارت است از دکانهای فروش محصولات غذایی و هم هنرمندی. یعنی ساکنان محلی میتوانند هنرهای دستی خودشان را در اینجا به فروش گذارند و از سیاحان خارجی نیز میتوانند از آن خریداری کنند. و در اینجا در پایانتری مجموعه سفیددره یک میدان خیلی بزرگ ساخته شده است که در اونجا سرایندگان میتوانند سرود سرایند و مکانی دلخوشی لیژرانان و دیگر مهمانان این مجموعه خواهد بود. همچنین تا این سال اخیر 2 بنای کاملا نو در این مجموعه ساخته و استفاده شده است. یکی از این بناها این بنای برای گذراندن کنفرانس زال هاست و دیگر بنا این بنای طرفخانه است که در آنجا مهمانان این مجموعه می توانند غذاهای لذیذ استقبال کنند. مجمعه سفیددره که در گذشته مالکیت دولت بود سال 2015 خصوصی شد. آسایشگاه زمستانه یکی از مجمعه های تفریحی و همین گونه جای تمرین ورزشکاران تاجیک است. ولی ورزش های زمستانه به مثل لیژرانی در تاجیکستان گرم محبوبیتی چندانی ندارد.